بله دوستان و شنوندگان عزیز، ما برنامه این هفته میزگرد جمهوری‌خواهی رو دیم به مسئله احزاب و اینکه چرا در کشور ما احزاب قدرتمند یا ائتلافات بزرگ شکل نمیگیره یا شکل گرفته ولی دارای اون توانمندی‌هایی که بتونن تغییرات جدی در کشور ایجاد بکنن نبودن و یا نیستن در شرایط حاضر. سعی میکنیم که به جوانبی از این مسئله بپردازیم و هر کدوم دیدگاه ها و نظرات بکنیم. هدف بیشتر این هست که به این مسئله دامن بزنیم و مسئله ایجاد فکر و این که بیشتر در این زمینه فکر بکنیم، بیشتر در این زمینه با هم بحث و گفتگو بکنیم تا بتونیم به یه نتایج درست‌تر برسیم، تا بتونیم این چیز تلاشی که می‌کنیم که نیروهای دموکراتیک کشور بتونن متحد بشن در این راستا حرکت‌های جدی رو آغاز بکنیم. برنامه امشب رو با آقای صدر شروع می‌کنیم، بعد آقای زیتاب صحبت می‌کنند، پس از آقای زیتاب من در خدمت خواهم بود. بفرمایید آقای صدر. عرض سلام خدمت دوستان حاضر و بینندگان و شنوندگانتون. این که ما چرا دارای اون احزاب و سازمان‌های وسیع نیستیم و نمیتونیم هم به این ترتیب کار مؤثر سیاسی انجام بدیم، مسئله خود ما هم هست، جوابایی هم براش داریم. البته من در جبهه ملی از 52 سال پیش تا حالا فعالیت تشکیلاتی مرتب داشتم، یعنی به یاد نمیارم که مدت طولانی غایب شده باشم از مبارزه. یک مثال میزنم در این 52 سال در مورد اینکه علاقمندان به مبارزه سیاسی دارای چه روحیاتی هستن. در اوج مبارزات کنفدراسیون و فعالیت هایی که می کردیم، ساواک و رژیم شاه تصمیم گرفتن این فعالیت ها رو یه مقداری محدود بکنن. اولین اقدامی که انجام دادن تهدید ایده بود که از طریق بورس یک جوری به سفارت کشورهای مختلف، سفارت ایران در کشور وابسته بودن، گفتن این پول ما قطع کن. دومین کاری که انجام دادن این بود که اعلام کردن کنفدراسیون سازمانی است با عقاید اشتراکی، در صورتی که این واقعا دروغ عجیب غریبی بود. کنفدراسیون اهداف خیلی روشنی داشت، دموکراتیک و عام و بیشتر هم رو مسئله دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر تکیه داشت و افکار و ایده های مختلفی در درونش خودش داشت. قانون 1310 رو کشیدن از توی تاریخ بیرون و گفتن کسانی که عضو این سازمان اشتراکی هستن با عقایدش بین 3 تا 10 سال زندان محکوم میشن. مسئله بعدی که باعث شد که یه ایده واقعا پراکنده بشن این بود که ساواک از رأس تا ذیل در همه جا نفوذ کرده، همه اطلاعات شما رو ما داریم و به ما گزارش داده میشه و مثلا برای یه موردی هم که بخوان ثابت بکنن این بود که ما یادم میاد که ما عضو نمایندگان کنگره شده بودیم در یک سالی، یه دفعه توی کیهان مطلبی منتشر شد که کی و کی عضو چه گروهیه، چه تاندانس فکری داره و فلان. مسئله موندن و مبارزه رو ادامه دادن و طاقت آوردن مسئله
این نیست که عمومیت داشته باشه. این رو ما درک کردیم. چون همه انسان ها رو از یک فلز نساختن. و با یک اعتقاد سخت. ما 150 درویان مثال میزنم 100 خورده ای بودیم. یعنی اعضای انجمن دانشجویی کنفدراسیون در شهر ویان. بعد از این حملات که 5-6 ماه طول کشید رسیدیم به 30 نفر. عادت کردیم به اینکه در دورانی پر و خالی بشه. مسئله جنبش سبز در سال 88 یک دفعه یک هیجان عجیب رو به وجود آورد وقتی که مردم به صورت میلیونی اومدن در اعتراض به انتخابات و رأی منکو و در این انتخابات کسانی که در خارج بودن متوجه شدن که بوی تغییر میاد و برای اینکه از قافله عقب نیفتن دو مرتبه سالن ها پر شد، تظاهرات پرتعداد شد و همه هم یک شال سبزی به گردن انداختند و غیره. دوباره بعد از دستگیری ها و مسلط شدن حکومت دو مرتبه خالی شد. یه مثال دیگه به عنوان جبهه ملی براتون عرض بکنم چون از اونجا هستم. ما همیشه تصورمون بود که در ایران ما هوادار مصدق و جبهه ملی و اینا نداریم. اولین تظاهرات مهمی که جنبه تظاهرات هم نداشت بلکه جنبه قدردانی و سپاس داشت رفتن یک جمعیت میلیونی به طرف احمدآباد بود، جایی که مصدق مقبره‌اش بود. یعنی ما باید متوجه شدیم که به این بستگی نداره لااقل در حد جبهه ملی که همه بیان عضو بشن و در تشکیلات شرکت بکنن و ما رو این تعداد فقط حساب بکنیم. برای یه جریانی مثل جبهه ملی دو بخش وجود داشته همیشه، یک بخش متمرکز و تشکیلاتی برای اینکه اطلاعات رو از جامعه بگیره و به خود جامعه پس بده و در اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها و تحلیل‌ها از یک جمع با تجربه و به قول معروف آب دیده استفاده بکنه که نه از مردم جلو بیافتیم و نه از مردم عقب بیافتیم. از این دیدگاه صاحب حوصله شدیم. ممکنم از نظر طبیعی ما موقع خداحافظیمون برسه که میرسه 100%، ولی کسانی رو هم آماده میکنیم مثل کسانی که ما رو آماده کردن برای این مبارزه که کار رو ادامه بدن. یعنی یه جریان مثل دو ماراتون ادامه پیدا میکنه و از این بابت خیالمون 100% راحته که ما در جامعه به هر جهت یک تعداد وسیع پشتیبان داریم و سرمایه اجتماعی ما زیاد بد نیست، اعتماد عمومی هست و اون زمانی که ما حضور داشته باشیم در صحنه سیاسی و اعلام بکنیم از مردم کمک بخوایم و مردم توان اینو داشته باشن که و نترسن و بیان بتونن بیان توی خیابون، در دوران تغییر و تحول میتونیم روی این جمع حساب بکنیم. به این ترتیب کار ادامه پیدا میکنه، ولی چند تا مشکل هم داریم. ما بخشی از نخبگان ما به خاطر فشارهای حکومت در حقیقت وارد یه زرنگی خیلی حساب شده شدن. حکومت به طرق مختلف اعلام کرده بود
که کسانی که عقیده شخصی داشته باشن ما کاری بهشون نداریم، اعلام بکنن، حتی امضا بکنن و غیر و غیر. ولی اگر سه نفر با هم جمع بشن، حالا سر کودکان خیابانی باشه یا سر کمک به حیوانات، ما اینا رو دستگیر میکنیم و مجازات میکنیم. به این ترتیب من فکر میکنم که بحث رو بذاریم روی این قضیه نخبگان و اینه که چه کمکی میتونن بکنن و برای مرحله اول فعلا کافی. خیلی ممنون آقای زهتاب، بفرمایید. سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز، شما دوستان عزیز در میزگرد جمهوری خواهی. خدمت عرض کنم من تو بخش اول سعی میکنم یک مروری بکنم بر اساسا حزب و تشکیل حزب. طبق اون چیزی که الان خیلی از پژوهشگران انجام دادن و کارهای مفیدی انجام دادن، حزب میدونی که در اروپا تشکیل شد، در حقیقت حزب در اروپا وجود اومد و در قرن 19 و 20 اولین احزاب تشکیل شد، در قرن 17 و 18 زمینه های تشکیل حزب وجود اومد که لازم ضرورتاً در حقیقت این بود که جامعه صنعتی شد، انقلاب صنعتی وجود اومد، انقلاب صنعتی بعد تکنولوژی ارتقا پیدا کرد، در حقیقت درصد باسوادی رفت بالا و طبقات اجتماعی که وجود اومدن طبقه متوسط رشد پیدا کرد و زمینه در حقیقت هم فرهنگی هم اجتماعی اقشار طبقات دیگه غیر از اشراف که تصمیم گیرنده بودن و در حقیقت مملکت رو اداره میکردن و بقیه رعایا بودن، اونها خواهان حق خودشون شدن برای اینکه بتونن در سرنوشت کشور شرکت بکنن. و خب زمینه به وجود اومد برای احزاب، اینا تشکلهای صنفی و مدنی قبل از اینکه احزاب وجود بیاد در اون کشورهای اروپایی به وجود اومده بود و شکل زمینه شکلی احزاب شد. این پروسه در اونجا پیش رفت. دو تا مشخصه چیز برای احزاب وجود داشته از همون ابتدا، اون چیزی که پایه حزب بوده، یکی اینکه احزاب احتیاج به این داشتن که امکان فعالیت داشته باشن، یعنی آزادی احزاب وجود داشته باشه. دومی مسئلهش این بوده که احزاب بتونن به طور مردم رو جذب کنن به سیاست، به اون اهدافی که دارن، برای کسب قدرت از طریق انتخابات. یعنی مجموعه اینها روش‌های مسالمت‌آمیزی برای هیچ کتمان هم نمی‌کردن که می‌خوایم کسب قدرت بکنیم. اساساً مبارزه سیاسی بین احزاب مختلف، گروه‌های اجتماعی مختلف در اروپا به این شکل. حالا این در ایران چجور شد؟ در ایران اولین نطفه‌های احزابی که وجود داشت در زمان انقلاب مشروطه است دیگه. یعنی در اون زمان با مجموعه اون روشنفکران ایرانی که از اروپا گرفته بودن مسئله عقب ماندگی ما جامعه ما چرا اینجوریه، میدونی که عباس میرزا اومد در حقیقت اولین کار کرد که ما میباید به روز بشیم، به روز اومد ارتش رو به روز بکنه. و بعد از اون خوب مسئله که پیش اومد کشید به انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه افکار جدید از اروپا آمده بود و اینکه مردمی باید در سیاست مشارکت بکنن. ولی استبداد حاکم در ایران که استبداد قرن هاست، استبداد یک روز و دو روز و مربوط به رضا شاه و بعد از اون جمهوری اسلامی نیست، قرن هاست در ایران بوده. و این استبداد هم میشه ریشه های تاریخی جغرافیایش هم بررسی کرد، جای بحثش الان اینجا نیست، بسیار عمیق‌تر از ایناست. ولی در اون استبداد اساس مسئله که اصلا اجازه به احزاب نمیده که بخوان، یعنی اون چیزی که پایه اساسی برای که حزب بخواد کار بکنه آزادی، هم تو که عرض کردم، همراه با این که استبداد اساسش در این کشورهای مثل کشورهای ما مثل ایرانه، نبود زمینه فرهنگی اجتماعی، ساختار اجتماعی جامعه ما اساسا برای حزبیت مناسب نبود. یعنی یک جامعه که اشایر در حقیقت ایلاد دسته های مختلفی بدون که وارد رشد صنعتی دوره صنعتی ما شده باشیم، به لحاظ فرهنگی فرهنگ همگرایی و همکاری رو پیدا کرده باشیم، این چیزی که در جامعه ما یک ریشه در حقیقت بنیان گذاشته شد، حزب در جایی که اساساً امکانش نداشت بخواد بنیان گذاری بشه. اگه توجه بکنید به تاریخ مراجعه بکنید، اینه که احزاب دو تا حزب که وجود داشت، اولین احزاب ایرانی اعتدالیون و دموکرات ها هستن و در مجلس دوم بعد از انقلاب مشروطه اینا شکل میگیرن که هر دوی اینا رو نگاه میکنین عملکردشون کارکردشون به نوعی مثل همون اعتدالیون اینهایی که قبل از مشروطه بوده که
سازمان‌های مخفی در حقیقت بودن، زیرزمینی بودن، بیشتر کار می‌کردن. کارکردشون اونجوری، یعنی حزبیت رو در فهم ما، فهم جامعه ما، اون موقع از حزبیت هم چیزی رو در خودش منعکس می‌کرد. به خاطر همین در حقیقت این بخشا بود، به اضافه این که دو نکته دیگه که در جامعه ما مشکل جدی ایجاد می‌کرد، یکی خود اساساً مذهب شیعه. میدونید در کشور مذهبای دیگه مثل در حقیقت مسیحیت یا اینا ادعای حکومت ندارن. حتی در مذهب اسلام هم مسلمانی هم اینجوری است، ولی که شیعه ولایت فقیه و ولایت کردن جز چیزهایی است که در حقیقت ادعای چنین چیزی وجود داشته از سال از قرنها پیش. به همین خاطر اساساً مفهوم آزادی رو وقتی شما صحبت میکنی، حتی کسانی که در شما مثلا آقای بهبهانی یا اینا که در انقلاب مشهود نقش جدی داشتن، مراجعه میکنه، نگاه میکنیم به اون تاریخ و اون زمان، میبینین که آزادی رو هم حتی اگه مطرح میکنن در یک محدوده آزادی سیاسی، یعنی آزادی که در برگیرنده تمام وجوه حیات بشری است که انسانها با هم برابرن، مثلا برابر اینا اصلا قبول نمیدن، کفر میدونن چنین چیزی که تو یک مسلمان با یک مسیحی برابر میگیری. اینا در حقیقت چیزای تاریخی وجود داره. یعنی منظورم درک از آزادی که حتی همین ادامهش در بنیانگذاران احزاب هم وجود داشته و هنوز هم به نظر من بخشم وجود داره، که آزادی فقط برای من نیست، بلکه وقتی من میگم آزادی یعنی که مخالف من امکان داشته باشه حرفشو بزنه. این نه برای حکومت ها روشنه، نه برای جریانات دیگه که شکل گرفتن از ابتدا. من حالا در بخش دوم صحبت سعی میکنم یه مقدار متمرکز بشم مسئله ایران و احزابی که الان وجود داره. البته میدونیم که اون سالهایی که ما داریم ازش نام میبریم مربوط به انقلاب مشروطه بعد از اون، دوره هایی که ما طی کردیم، دو سه دوره طی کردیم که فضاهایی به وجود اومد. توجه بکنیم وقتی فضای مقداری به وجود میاد، فضای آزاد، احزاب وارد صحنه میشن. مثلا بین 1320 تا 1332 مسئله در همون دقیقه زمانی که زمان انقلاب خود ما که نگاه کردیم در 50 که خود ما شاهدش بودیم، حداقل اون فضاهایی که وجود میاد یه مقداری فشار استبداد برداشته میشه، احزاب میان بالا، میتونن امکان حرکت دارن. فشار استبداد در جامعه ما در حقیقت یکی از عوامل اصلی جدی است، ولی کن مسائل فرهنگی ساختاری اینا هم جای خودش داره که من فکر کنم در قسمت دوم صحبتم فرصت بشه یه مقدار تو این زمینه و نسبت به الان که ما چی میتونیم بکنیم، به کجا رسیدیم، شاید امکان باشه صحبت کنیم. مرسی، خیلی ممنون. من اینجوری فکر میکنم که در ایران ما مثل تمام کشورهای جهان این امکان که احزاب شکل بگیرن وجود داشته و الان هم وجود داره. یعنی ما در گذشته هم جامعه ایران یه جامعه یک دست نبوده، یعنی اقشار مختلف اجتماعی وجود داشتن، از همون انقلاب مشروطیت وجود داشتن، بعد از اون هم وجود داشتن، اقشار مختلف منافع مختلفی داشتن و برای تامین منافع خودشون به اشکال مختلفی عمل میکردن. این که چرا احزاب شکل نگرفتن یا اگه شکل گرفتن نتونستن موفق بشن، بخشم میشه گفتش که استبدادی که در چی در دوره قاجار و چی در دوره رضاشاه و چی در الان، این استبداد سعی میکنه که مانی متشکل شدن مردم بشه. این میشه یک بخشی از واقعیت کشور ما. دیگر این هست که احزاب در ایران بر چه اساسی شکل گرفتن، یعنی بر چه احزاب بر اساس منافع گروه‌های اجتماعی معین، اقشار معین شکل گرفتن یا بر اساس مبانی دیگر. به عنوان نمونه میگم، در دهه 20 همونطوری که آقای زهتاب مطرح کردن، یه شرایط بسیار بسیار مناسبی ایجاد شد که احزاب بتونن شکل بگیرن. دو جریان شکل گرفتن،
یکی یک جریان جبهه ملی هست که گروهایی که در جبهه ملی رو تشکیل میدادن، یه جریان هم که خب حزب توده است. این یه امکان بسیار خوبی بود و جریانات هم شکل گرفتن، این احزاب این گروه ها شکل گرفتن. ولی آیا منافع اقشار معین، برنامه معین، سیاست معین مرکز بود یا نه؟ اگر بخوام خیلی سریع و روشن بگم، ایدئولوژی معین بود، یعنی منافع فرض اقشار کارگری، اقشار زحمت میانی جامعه اساس اون نبود و بعدم خودش رو نشون داد. یعنی بعدم وقتی که شرایط تغییر کرد، استبداد تقویت شد، ما دیدیم که این گروه ها به راه های دیگه رفت. جبهه ملی ویژگی خاص خودش رو از هم اول داشته و همواره داشته، یعنی جریانی بوده که بر اساس منافع کشور بیشتر شکل گرفته بوده و این منافع در واقع تلاش میکرده که تعمیم کنه و مسئله ملی شدن نفت هم اینو نشون داد که در این راستا منافع کلی کشور عمل میکرد. ما این دور رو گذروندیم. بعد از دهه 30 اینکه احزاب شکست خوردن، فقط این نبود که استبداد قدرتمند بود. اگه اینجوری بود، استبداد در یونان هم قدرتمند بود، در اسپانیا هم قدرتمند بود، در پرتغال هم همینجور. ولی جریاناتی که در این کشورها بودن و در واقع سرکوب شدن، نابود نشدن. یعنی وقتی شرایط فراهم شد، فوری وقتی برگشتن رهبری کشور رو برده گرفتن. یعنی به عنوان نمونه در هر سه کشوری که من گفتم، احزاب سوسیال دموکرات تونستن بیان رهبری کشور به دست بگیرن. ولی در کشور ما جریانات سیاسی این دلیل اشتباهات زیادی که مرتکب شدن، نتونستن جلب اعتماد مردم بکنن، نتونستن مردم با خودشون داشته باشن. منظورم اینجا نیست که بیام نقد بکنیم احزابو. یک مسئله دیگر غیر از استبداد، اشتباهات فاحش خودمون هست، یعنی ماهایی که احزاب رو تشکیل دادیم. و امروز هم میتونه همون مسئله صادق باشه. انقلاب شرایط فراهم شد، دو جنبش، یعنی سه جنبش ما داشتیم بین غیر از جنبش ملی که تونست حتی در تشکیل دولت نقش داشته باشه و قانون اساسی دموکراتیکی رو در واقع طرح قانون اساسی پارلمانی رو ارائه بده. جریان دیگه یک جنبش مذهبی بود که مسئله منافع ملت براش اساس نبود. مسئله مذهب همونطوری که دوستان مطرح کردن مطرح بود. جنبش فدایی بود و جنبش مجاهدی. خب این دو جریان نتونستن بعد از انقلاب به یک حزب فراگیر تبدیل بشن، مشکل شدن. این دیگه استبداد نبود، این دیگه خود این جریانات بودن که دارای یک برنامه سیاست معینی، برنامه مثلا کلانی که بتونن همه این نیروها رو حفظ بکنن نداشتن و نتونستن شکل بگیرن. خود مذهبی ها یک حزب جمهوری اسلامی تشکیل دادن، بعدن این حزب اصلا به هم فعی روزنامه بود. هنوز که هنوز ما حزب اصلاح طلبان و حزب اصولگرایان نداریم. این دیگه بر نمیگرده به این که اینا که عذاب حاکم هست که حکومت در واقع استبداد سرکوب میکنه، حزب شکل نمیگیره. اینجا برمیگرده به این که ما دارای طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های معینی که اقشار معینی در جامعه رو نمایندگی بکنیم و بایستیم رو اون خواست‌ها، اینو نداریم. من در بخش دوم سعی میکنم باز بیشتر به این موضوع نزدیک بشم. آقای صدر بفرمایید. نکات خیلی مهمی رو دوستان طرح کردن. من سعی میکنم
اون چیزی که ته فکر من هست و یه مقدارم جنبه درد دل داره رو مطرح بکنم، اونم مسئله نخبگان منفرد در کشور ماست. عرض کردم یا به خاطر زرنگی یا به خاطر ترس، حکومت یک جوری، حکومت جمهوری اسلامی مطرح کرده که افراد میتونن عقایدشون رو به صورت فردی بروز بدن، بیان بکنند، ولی حق ندارند حتی 3 نفر یا 4 نفر دور هم جمع بشن، چون اون رو ما تبانی میدونیم بر علیه امنیت ملی به قول خودشون و اینا رو مجازات میکنیم. وضعیتی که تو خارج از کشور وجود داره واقعیتش اینه که بعضی ها میگن 5 میلیون، بعضی ها میگن بیشتر ایرانیانی وجود دارن که هم از نظر سواد و از نظر تجربه در دموکراسی‌های غربی دقیقاً میدونن که کار سیاسی متشکل یعنی چی، برنامه سیاسی یعنی چی، دموکراسی یعنی چی، حقوق بشر یعنی چی. یعنی از نظر آگاهی وضعیت قابل مقایسه با اکثریت غالب در داخل کشور ما نیست. و علتی هم که اومدن به خارج یا مهاجرت کردن، بعضیاشون اصلا فرار کردند مثلا برای مهاجرت سیاسی، طبیعتا اینا رو به طور عینی مخالف حکومت میکنه. سوال این هستش که چرا اینا نمیپیوندند به اون سازمانایی که وجود داره؟ چون ما 4 تا گروهی که هستیم به هر ترتیب شرایط و امکانات این رو داریم که افرادی که میان به ما میپیوندند رو در درون خودمون متشکل بکنیم، بسیج بکنیم و به انواع و اقسام با بیانیه‌ها، با اعلامیه‌ها و غیره و غیره این مسئله رو در میون میذاریم. از نظر تبلیغاتی هم صدامون بلنده، یعنی کسی نمیتونه ادعا بکنه صدای ما رو نشنیده. ولی چرا نمیان؟ به خاطر این که یک بخش عرض کردم به عنوان فرهیختگان، روشنفکران، منتها منفرد و یه مقدارم زرک یه مقدار دوچار یک نوع عافیت طلبی شدن، در عین اینکه شهرت اجتماعی رو دوست دارند، مرتب و حتی گروه های ما که در حقیقت از نظر جمعیت و از نظر تأثیر اجتماعی تهدیدی برای کسی به حساب نمیاد، حمله میکنن و حملاتشون هم تقریبا تکراری شده. یکی از حملات اینه که آقا اینا چرا متحد نمیشن؟ خب کسی که این حرف رو میزنه، خب خودش چرا نمیاد یک جایی با 2 نفر دیگه و 3 نفر دیگه، حالا همه مهارم رد بکنه، ولی یه فکری داره، یه کاری داره، بیاد کار دست جمعی بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از یه طرف سر صدا میکنه، از یه طرف دیگه فکر میکنه که اگه بنده میخوام برم ایران اون زمین و اون خونه رو بفروشم و بیا کسی تو فرودگاه مزاحم من نشه و نگن که تو تبانی کردی علیه حکومت. ببینید اینا زوایا و چیزهای مختلفی میگن و هر دوره هم یه جور. یکی از اونها هم شما گفتید اینکه اینها همهشون دنبال قدرت هستن، میخوان رئیس بشن و غیره و غیره. ببینید من الان تو این 52 سال تقریبا 3 تا نسل، من اون موقع که اومدم توی جبهه ملی 22 سالم بوده، تو این مدت 3 تا نسل ما فوت کردن، محروم شدن، رفتن. اعضای شورای جبهه ملی در ایران فکر نمی کنم بیش از 2 یا 3 نفرشون باقی مونده باشن. اون چیزی که بعداً به وجود اومده همیشه نسل جدید بوده. چه کسی به قدرت رسیده و چه کسی با رئیس شدن به منافع رسیده؟ رئیس شدن و تو رهبری یه سازمان قرار گرفتن تو شرایط استبداد
در صورتی که آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه حدود 100 سال حبس و 1500 ضرب شلاق برای فعالین مدنی و سیاسی زن و مرد توی همین 6 ماه تعیین کرده، والا فکر نمی کنم چیز خیلی جذابی باشه که آدم تلاش بکنه که مسئول یه همچین جریانی باشه، رئیس یه همچین جریانی باشه و در حقیقت سپر بلای همه. و یه مقداری بوی ناجوان مردی میده که آدم تمام کسانی رو که به زندان ها رفتن، تمام کسانی که ببینید ما رهبرامونو به مقدار زیادی کشتن، مسئله دوران کودتا و اینا رو میذاریم کنار، همین دوران افرادی که ما داشتیم، فروهرها، دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر شاپور و بختیار، اینا رو به قتل رسوند حکومت. بارها بارها سازمان ها و گروه هایی رو که اینا درست کرده بودن متلاشی کرده. و یه همچین وضعیتی شما خیلی راحت طلبانه، عافیت طلبانه بگید که آقا چرا اینا این کار و اون کار رو نمی کنن. و خیلی تعجب داره برای من افرادی که یک روز از زندگیشون رو صرف بودن در این سازمان رو نکردن، مرتب برنامه سیاسی میدن، نصیحت میکنن، تعیین شعار میکنن، خیال میکنن ما که تو این سازمان ها هر هفته جلسه داریم و مرتب با هم دیگه کلنجار میریم، اصلا شعور اینو نداریم. ما حالا کاری به این نداریم که بعضی از ما درس حقوق سیاسی خوندن در اروپا و سیستم های سیاسی اروپا رو دقیق میشناسن. غیر از اینها مرتب این بلنگوها رو در دست گرفتن و عناصر جوان، عناصری که احساسات پاک دارن و واقعا نگران جامعه هستن، اونها رو دچار تردید میکنن که به ما نپیوندن. و مرتب هم این تلاش کردن برای این که به وجود نیاد و رشد نکنه رو ادامه میدن و اونم تحت عنوان اینی که چرا اینا این کار رو اون کار رو میکنن، اونی که واقعا نشد کار. و بعد یک مسئله دیگری همونطور که خدمتون عرض کردم، این شرایط ماندنی نیست، اینطور که هست نخواهد ماند و دو مرتبه ما ناظر این خواهیم بود که حرکت به وجود بیاد، شرایط عوض بشه و مردم به صورت میلیونی حضور پیدا بکنن. منتها برای اون روزی که ما باید تدارک ببینیم، برای اون روزی که باید تشکیلات بدیم، همونطور که دوستان گفتن نداشتن تشکیلات در چنین شرایطی فاجعه است، یعنی ممکنه ما رو ناکار بکنه، اهداف جنبش رو ناقص بذاره و دوباره کار دست یک پوپولیست و یه جریان اینطوری بیفته. من خیلی عرض میخوام، صحبتم طولانی شد، دیگه صحبت نمی کنم. خواهش میکنم، نه زیاد صحبت نکردید، از وقتتون استفاده کردید. آقای زهتاب بفرمایید. بله خیلی ممنون. خدمت رو عرض کنم در ادامه صحبت قبلی برمیگردم به وضعیت ایران. میگم صحبت قبلی هم خیلی مختصر نمیشه وارد اون بحثا شد با این وقت کمی که ما داریم، ولی در مورد ایران دوستان، ما در بعد از مشروطه طی دورانی که گذشته، خب جامعه ما تغییرات بسیار جدی کرده. در حقیقت درصد بی سوادی در کشور ما الان مثلا حدود شاید 15-20 درصد باشه. رشد تکنولوژی در کشور به گونه‌ای هستش که همه دسترسی به اطلاعات تقریبا دارن، خب یعنی نمیتونه حکومت و حاکمیت تمام اطلاعات رو بخواد محدود بکنه. طبقه متوسط کشور رشد بسیار وسیعی کرده است، درصد باسوادان تحصیل کرده بالا بسیار زیاد شده، طبقه کارگر ما و افراد طبقات دیگه دارای در حقیقت آگاهی سیاسی بیشتر از سابق شدن، مردم خیلی سیاسی تر فکر میکنن. یعنی اینها چیزایی است که در زمان مشروطه و در اون زمان و در اون دوره ها نبوده. و به همین خاطر هم در حقیقت احزاب سیاسی و جریانات سیاسی مختلف ایرانی به وجود اومده و خواهد بود. این که جریانات سیاسی مختلف ایرانی با همدیگه تفاوت و نظر دارن، اختلاف نظر دارن، به نظر من هیچ جای
چیز نباید داشته باشه، مشکلی نیست. به نظر من اختلاف نظر مشکل نیست، مشکل اونجاست که ما برای حل اون اختلاف نظرها و پیدا کردن راهی برای هماهنگی در جهت اون اهداف مشترک هنوز نتونستیم. خیلی از جریانات البته بخوام بگم نتونستم متاسفانه هنوز به این درجه از درک برسیم که باید این کار رو انجام بدیم. الان یه همین چیزی که ما داریم دقیقا چهار جریان هستیم، چهار جریان جمهوری خواه، تلاشی بسیار زیاد صورت گرفته که ما چهار جریان با هم اهداف مشترکمون رو پیش ببریم، هرچند با هم دیگه برنامه‌های سیاسی متفاوت و ممکنه زوایایی هم داشته باشیم، اون مسئله نیست، طبیعی است. بسیار هم دعوت کردیم از جریانات سیاسی دیگه هم که بپیوندن یا نه که بپیوندن، همکاری کنیم به نوعی با هم دیگه. من با ایمان عضو حزب چپ ایران فدایان خلق دقیقاً در همین مدت با جریانات دیگه چپ تلاش کردیم تماس بگیریم و نوشتیم، نامه هم براشون نوشتیم، صحبت هم کردیم، دوستان بیان در اوتو مسائل کارگری مثلا با ما ممکن با هم اختلاف نظر سر یه مسائل داشت. شما میگی با سوسیالیسم میخوایم پیاده کنم، میگه آقا الان وقت پیاده کردن سوسیالیسم نیست تو ایران. خب تفاوت داره نظرمون، ولی مسائل کارگری که ما یکی میبینیم، چرا نمیایم با هم دیگه یه همکاری بکنیم؟ همونطور که شما گفتی آقای لیماکشی، مسئله مطرح مونه که آقا شما مثلا اونجا اینجوری شده، اینجا اینجوری شده، ما نمیتونیم با هم کار کنیم. یعنی رو اختلافات زوم میشه. به نظر من در حال حاضر اون چیزی که از ابتدا گفتم، وضعیتی که در زمان مشروطه در جامعه ما وجود داشت بسیار تفاوت کرد. یعنی جامعه ما به لحاظ ساختار جامعه، درون جامعه، نهادهای مدنی که شکل گرفته، رشد فرهنگ، این که میباید با همدیگه مردم کار بکنن. شما نگاه بکنید این مسئله محیط زیست و بچهای جوانی که میان از هر گوشه‌ای که این حکومت سعی میکنه اینا رو بزنه، یه گوشه دیگه دستگاه درست میشه، گروهی درست میشه و یه کار دیگه شروع میکنه، چون این فرهنگ داره میشه که میباید با همدیگه کار جمعی کرد. به نظر من این بسیار بسیار میمون، بسیار مثبته. واقعیتش اینطوریه که رشد جامعه از اون طرف، وجود احزاب الان به گونه‌ای هست که میتونه قدم‌های جدی‌تری برداره برای اینکه با همدیگه بتونه همگرایی بکنه و فصول مشترک رو پیدا بکنه. متاسفانه اون عامل جدی که الان باز همچنان سنگینی میکنه مسئله استبداده. خب آقای صد اشاره کردن واقعا استبداد، آیلی ما که شما گفتی مثلا در یونان، میخوام بگم بتون ببینین در کشورهای اروپایی هم مستبد بوده، در کشورهای مثل ما اینا بهش میگن استبدادهای تحصیلدار، یعنی کسانی که سر کار هستن خودشون صاحب مملکت میدونن اصلا. خب قوه قضاییه وجود نداره در اینجا، در یونان قوه قضاییش متفاوت بود، متوجه استقلال نسبی داشتن. اینا هیچ گونه استقلالی در کشور ما، چه در زمان شاه چه در اکنون، در رابطه مسائل سیاسی نه وجود نداشته. یکی مستبدی میشین اون بالا همه کاره میشه. خب به همین خاطر میگم الان مانع اصلی همچنان اونه، ولی من خوشبینم. در چه نظر خوشبینم؟ وقتی چهار جریان سیاسی مثل ما الان هستن، من نگاه میکنم اینم گروه های سیاسی دیگه هم هستن، بخشن شروع کردن با همدیگه نزدیک شدن. این مسئله مورد نظر من نیست و مورد انتظار من که ما حالا همه جریانات سیاسی از چپ و راست و ایکس و ایگره همه بیایم بریم توی یه چه کیسه بگیم آقا ما این هستیم، نه اینجوری اصلا امکان پذیر نیست. ولی خیلی خوب جمهوری خواهان که میتونن با هم دیگه همکاری بیشتری بکنن، جمهوری خواهان سعی کنن یه ثقل جمهوری خواهی با هم همکاری کنن، جریانات دیگه برای خودشون ثقل خودشون وجود بیارن، بس فکر کنیم اون فصول مشترک رو با هم پیدا بکنیم، کار بکنیم. فصل مشترک همه ما اینه که ما مخالف استبدادیم، خواهان آزادی هستیم، خواهان آزادی احزاب هستیم و میخوایم در حقیقت یه حکومت سکولار، یه حکومت دموکرات سر کار باشه. این فصل مشترک همین است. به نظر من در این زمینه این امکان وجود داره، ولی موانع هست. همونطور که شما مدلی میکشید، ببینید ما فردی و احزابمون از درون اون جامعه اومدیم بیرون. خب هر کدوم از ما الان 50 60 سال عمرمونه، بیشتر 70 سال. خب و اون چیزایی که در ذهنیت ماها بوده برای شکل‌گیری احزاب، اینا همچنان عمل میکنه. اینا چیزایی هست که باید باش در حقیقت مبارزه کرد، واقعا مبارزه فردی کرد، در درون حزب مبارزه کرد که باید این افکار ازش فاصله گیره. خب اینم کار میبره و درسته، این انتظار وجود داره. چیزی که آقای صد میگه کاملا با ایشون موافقم، یعنی در عین حالی که ما
تلاش میکنیم این کار رو انجام بدیم، ولی انتظار داریم سایر هموطنان هم به نوعی در حقیقت کمک بکنن تو این زمینه به ما. ولی در این حال میخوام بگم که باز هم تاکید میکنم آیستد، ببینید اگر استبداد در این زمینه وجود نداشت، چون برای دادن هزینه است دیگه، همون که شما میگه که بخواه به داخل ایران فکر کنه هزینه زیاد باید بپردازه، نمیاد با حزومت کار کنه. ولی این مشکلی که در حقیقت مستبدین باید بذارن دست بردارن از این کارشون، چه کسی که میخواد بیا با حزب شما و با من با اون کار کنه بتونه عقایدش رو مطرح بکنه. مشکل اساسی اونجاست. و خب اینا مسلما ما برای اینکه بتونیم به آزادی برسیم و بخوایم به دموکراسی برسیم باید هزینه بپردازیم. کار شما هم کاملا درسته و باید کمک بکنن هموطنان به این جریانات که بتونیم ما با همدیگه همگرای بیشتری پیدا بکنیم، بتونیم این کار انجام بدیم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. امیدوارم که در دورهای بعدی اگر فرصت شد بیشتر بتونیم عمیق‌تر وارد مسئله بشیم. مرسی. مرسی آقای زیتاب. من فکر میکنم صحبت پایانی من به نوعی در پیرامون همون صحبت‌هایی هستش که شما قبل از من مطرح کردید. یک نکته این که ما بپذیریم که حزبیت یا ایجاد جبهه یا اطراف ها راه نجات کشور هست و راه در واقع ایجاد دموکراسی هست، باید سعی بکنیم که تک تک ماها وارد احزاب بشیم، احزابی که خودمون احساس بکنیم که با ما هماهنگ هستن. ببینید یه نمونه، من بعضی آدم ها رو ببینم افتخار میکنن که من آدم مستقلی هستم، من وابسته به هیچ حزبی نیستم، من وابسته به هیچ گروهی نیستم. هیچ به نظر من هیچ افتخاری نداره. یعنی شما در یک جامعه دموکراتیک شما با یک حزبی هستی، به یک حزبی رأی میدی، اگه حزب نباشه به یک حزبی رأی میدی. یعنی به این خاطر هست که اون جامعه جامعه دموکراتیک هست. اون افرادی که اون روشنفکران یا اون متخصصین یا اون نویسندگان، شعرا یا به قول آقای صدر نخبگان و فرهیختگانی که چنین ادعایی رو مطرح میکنن، این ادعای این چیز مثبتی نیست، این چیزی نیست که ما بهش بخوایم افتخار بکنیم. یعنی باید فکر میکنم که یه مقدار بشینیم فکر بکنیم که آقا حزبیت به نفع جامعه هست، در راستای ایجاد دموکراسی در کشور هست. اگر هم ما وارد یک حزبی نمیشیم، در مقابل بلکه سعی بکنیم کمک بکنیم اینا رو بسیار فعالتر برخورد. این یک نکته بود میخواستم مطرح بکنم. نکته دیگه این که درست میگید دوستان که استبداد در اساس مانع این هست که بشه احزاب رو شکل داد، ائتلاف‌های بزرگ ملی و دموکراتیک ایجاد کرد، ولی همزمان بپذیریم که اونجایی که میشه این کار کرد این کار بکنیم. یعنی ما در همین خارج از ایران خیلی جریانات هستن که جمهوری خواه هستن، دموکرات هستن، ما قبولشون داریم، ما 4 سازمانی که داریم با هم کار میکنیم. خب این یک انتظار طبیعی هست که این جریانات با هم دیگه وارد گفتگو که هستن، یه چیز مدت هست ما داریم با هم گفتگو میکنیم. ولی اینکه بشه وارد یک گفتگوی سازمان یافته تری شد، این کارو میشه کرد. در داخل اگر این امکان نیست، در خارج این امکان هست، این کارو باید کرد. در داخل هم میشه این کارو کرد. یعنی در داخل هم میشه این شبکه‌های مختلفی رو که میگیم بتونن با هم گفتگو بکنن، بتونن با هم، لازم نیست حتما یک جبهه رسمی تشکیل بدن، در موارد معین با هم دیگه همراه بشن سر مثلا برخی خواستای ملت. ما داریم نزدیک میشیم. یعنی من فکر میکنم که این که ما 4 جریان سیاسی و بخش دیگر از جریانات دارن با هم دیگه همکاری میکنن، دارن نزدیک میشن، این یکی از راه هاست. اگه نمیذارن ما حزب خودمون تشکیل بدیم، ولی میتونیم کارهای جبهه‌ای گسترده تری با هم انجام بدیم. به این کار ممکن هست و ارتباطات ما در خارج و داخل هم با هم بگیم ممکن هست. اگه نخواهیم
چیز بکنیم، چی میگن، نخواهیم یک برخورد تبلیغاتی بکنیم، نخواهیم خودمون رو مطرح بکنیم، نخواهیم بگیم این حزب ما این هست اون هست، بلکه بخواهیم کاری برای مردم انجام بدیم. یعنی اگر منافع اقشار مختلف مردم مرکز قرار بگیره، اون موقع میشه نیروها به هم نزدیک بشن. یعنی اون چیزی که شما مطرح کردید آقای زهتاب، حزب چپ و منافع کارگران و زحمتکشان، واقعا حزب چپ برای همین کار میکنه. اگر جبهه ملی نمایندگی میکنه اقشار میانی رو، واقعا نمایندگی اونها رو نمایندگی بکنه، از خواستای اونها حمایت بخواد، از اقشار دیگر هم حمایت بکنه، یا فعالین محیط زیست. یعنی ما سعی بکنیم که عملمون، کارمون در راستای خواستهای روزمره مردم باشه. این میتونه ما رو بیشتر و بیشتر به هم نزدیک بکنه. ولی اگر نه، اساس این باشه که ایدئولوژی ما پیش بره، اون چیزی که جمهوری اسلامی تجربه شما دیدیم یا برخی از اعضا گروه، این نشون داد که نمیتونیم موفقیت به دست بیاریم. ولی مجموعی حرکت های ما نشون میده که ما داریم در راستای درستی قدم برمیداریم و باید سعی بکنیم که بیش از این کار بکنیم. من هم موافق آقای زهتاب هستم که ما باید سعی بکنیم که روی این موضوع بیشتر کار بکنیم، برنامه دیگری هم داشته باشیم و از دوستان دیگری هم در این برنامه دعوت بکنیم که بتونیم به بحث فکری توی در این زمینه در واقع بیشتر. خیلی ممنون دوستان، مرسی شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با تشکر از دوستان رنگین کمان که این امکان رو در اختیار ما گذاشتند. خیلی ممنون.